خب گفتیم در سیستم پیلیکس که سیستم فرکانسیه، هم تصویریه هم آنتنیه، و چون مدارشون مشترکه، مدارشون مشترکه به خاطر اینکه سیستم برابر قانون رادارها کار میکنه و تفکیک و با عدد ویدیای داره، ترشولد داره، استاتی اسپید و تنظیماتی مثل اتوترک، ویسیو، ترشولد و جیبی، و ما اینجا تنظیماتی داریم بنابر عملکرد نوع کیفیت. ولی اولتراسونیک ها و مادون قرمز ها در اصل در سیستم های فرکانسی لوازم یا سنسور های فرکانسی جانبی هستن که باید بدونید اولتراسونیک ها و مادون قرمز ها فقط بر سیستم های قابلیت نصب داره که شما تنظیمات عدد ویدیایی داشته باشید، ترشولد سطح و حجم داشته باشید به عنوان تنظیمات پایه‌ای، و توانایی عملکردی طبق فرکانس رو داشته باشید. فرکانس شما با موجای مغناطیسی اشتباه نگیرید که در پالسی وی ال اف تی آر بی اف او آی بی آی یا فانکشن ها وجود داره و شما میان شکل موج مثلثی، مربعی یا سینوسی میگیرید. اونها موجهای مغناطیسی هم و بنابر میدان مغناطیس شکل میگیرن و دامنه ساختارشون ولتاژه، یعنی یک ولتاژی رو شما میدید به یک میدان مغناطیس و این ولتاژ بنابر اون جریانی که وارد میشه میتونه اون شکل موجو بسازه، و اون موج مغناطیسی، اون فرکانس در اصل فرکانسی نیست که بخواید شما ازش در مدار برای جدا سازی استفاده کنید. پس اولتراسونیک ها و مادون قرمز ها یا نوری حرارتی ها مخصوص دستگاه فرکانسی که ادید و ترشولد داره، کارشون ایمنسازی توانایی حرکت، نفوذ و قدرت. فرکانس اصلی رو مدار میسازه، مدار سیستم میسازه و ارسال و دریافت میکنه، و اینها همراه آنچه که میسازه حرکت میکنن و میتونن توانایی نفوذ داشته باشن. و اونچه که از مادون قرمز ها وجود داره تشعشعات الکترومغناطیس با توانایی بالاست که با فرکانس سیستم ارسال و دریافت میشه، و خود سیستم اولتراسونیک هم به همین صورته. وقتی که موج صوتیش یا اون نوع امواج صوتیش ارسال میشه، سوار بر عملکرد فرکانس اصلی سیستم میشه و توانایی جداسازی در مدار اصلی توسط ادیترش رو